ساعت 3:30 بامداد در لندن، 7 در تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. به چشم‌انداز بامدادی خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم. شمار قربانیان کووید 19 در آمریکا از 50,000 نفر گذشت. سازمان ملل قصد دارد با همکاری دولت‌ها و بخش خصوصی کشورها تولید واکسن کرونا را تسریع کند. در ایران دو هفته پس از کاهش محدودیت‌های رفت آمد، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در بعضی از استان‌ها دوباره در حال افزایش است و کاهش 40,000 میلیارد تومانی در درآمد دولت ایران به دنبال بحران کرونا. می‌پرسیم دولت برای جبران آن چه می‌تواند بکند؟ اصولی‌ترین راه این هست که با توجه به داده‌های جدید و با توجه به اطلاعات جدید بودجه سال 99 رو تدوین و بازنویسی دوباره بکنه. خبرهای ایران و جهان را بشنوید. با درود و صبح بخیر. معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس خبری جمعه از تایید نخستین کیت خانگی تست کرونا از سوی سازمان دارو و غذای این کشور خبر داد. آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا دیروز از مرز 50,000 نفر گذشت. این کشور تاکنون بالاترین میزان مرگ به دلیل ابتلا به کووید 19 را در جهان داراست. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از طرح جدید اتحادیه اروپا و شرکایش برای راه اندازی یک کارزار جهانی برای مهار کرونا خبر داده. هدفمون جمع‌آوری 7.5 میلیارد یورو برای سرعت بخشیدن به پیدا کردن راه‌های پیشگیری، تشخیص و درمانه. این تازه اولین قدمه و در آینده قدم‌های بیشتری لازمه. بلژیک جدیدترین کشور اروپایی است که قصد دارد مقررات وضع شده برای مبارزه با ویروس کرونا را به تدریج بردارد. نخست وزیر این کشور جمعه شب از بازگشایی بیشتر مغازه‌ها از حدود دو هفته دیگر خبر داد و کلاس‌های درس هم قرار است از یک هفته بعد از آن و با حضور تنها 10 دانش آموز در هر کلاس برگزار شود. و در ایران وزارت بهداشت تعداد جانباختگان بر اثر بیماری کووید 19 را تا 5 اردیبهشت 93 نفر و شمار مبتلایان جدید را 1186 نفر اعلام کرده. به این ترتیب آمار کل مبتلایان در ایران به 88194 نفر رسیده. بنابر اسنادی که به دست رسانه‌ها رسیده، دیوان عالی عربستان دستور لغو مجازات شلاق زدن را صادر کرده و قرار است از این پس به جای چنین مجازاتی افراد به جریمه نقدی یا تحمل حبس محکوم شوند. امیر پیام از واشنگتن گزارش می‌دهد. مدارک دادگاه عالی عربستان نشان می‌دهد که این تصمیم در راستای وعده‌های ملک سلمان پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد پرقدرت او صورت می‌گیرد. محمد بن سلمان بارها از نوگرایی و اصلاحات در قوانین حقوق بشری این کشور سخن گفته بود. با وجود این، گزارش‌ها درباره لغو مجازات شلاق در حالی منتشر می‌شود که سازمان عفو بین‌الملل چند روز پیش نسبت به افزایش کم سابقه اعدام‌ها در عربستان ابراز نگرانی کرده بود و در گزارش جدید خود عربستان را با بیش از 180 اعدام بعد از ایران پیشتاز اجرای احکام اعدام دانسته بود. و استعفای وزیر دادگستری برزیل پس از برکناری رئیس پلیس این کشور از تازه ترین مواردی است که به تنش در سیاست داخلی برزیل افزوده. سرژیو مورو یکی از محبوب ترین چهره‌های کابینه دولت کنونی برزیل بود و نقش مؤثری در کنار زدن رئیس جمهور سابق این کشور و متحدان او داشت. کمتر از دو هفته پیش وزیر بهداشت برزیل به دلیل اختلاف نظر با رئیس جمهوری راستگرای کشور بر سر مهار همگیری کرونا برکنار شد. به برنامه شنبه 6 اردیبهشت 1399 برابر با 25 آوریل 2020 خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با مینا جوشاغانی تهیه کننده این برنامه همراه شما خواهم بود. آمار ابتلا به ویروس کرونا دست کم تا جایی که ثبت شده به 1 میلیون نفر نزدیک می شود و شمار کسانی که جانشان را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند از 51,000 نفر گذشته. با افزایش آمار ویروس و همینطور از آزمایش پادتن معلوم می شود که عده بیشتری در معرض ویروس قرار گرفتند. در همین اوضاع اظهارات عالی‌ترین مقام آمریکا رئیس جمهوری دونالد ترامپ درباره تزریق یا خوردن مواد ضد عفونی کننده چنان اعتراض برانگیز شده که او از حرفهایش پا پس کشیده. جزئیات بیشتر در گزارش هادی نیوی خبرنگار ما در واشنگتن. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در چند هفته اخیر که تقریباً هر روز در کاخ سفید درباره آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا و اقدامات دولت برای مهار آن حرف زده،
مرتب خبرساز شده، اما این بار که حرف از خوردن یا تزریق مواد ضد عفونی کننده زد، واکنش فراوانی برانگیخت. پزشکان و کارشناسان میگویند این کار اثری ندارد و خطرناک هم هست. حرفایی که همانجا در خود جلسه از صورت دکتر دبرا بریکس از مشاوران دونالد ترامپ در ستاد ویژه کرونا پیدا بود که او را در بهت و در عین حال نگرانی فرو برده. بلافاصله تولید کنندگان عمده مواد ضد عفونی کننده در پیام‌های هشدارآمیز به مردم گفتند به هیچ وجه این محصولات را به هیچ طریقی وارد بدن خود نکنند. با این حال گزارش شده که بعد از این حرف‌های دونالد ترامپ در نقاط مختلفی از آمریکا میزان مراجعه به اورژانس بابت مسمومیت مواد ضد عفونی کننده بالا رفته. بعد از واکنش‌های گسترده کاخ سفید ابتدا گفت که حرف‌های رئیس جمهور از پس زمینه‌اش جدا شده و او همیشه به مردم توصیه کرده برای درمان با پزشک خود مشورت کنند. اما کمی بعد خود دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران گفت که اصلاً شوخی کرده و به کنایه این حرف را زده و به صورت سوال. دونالد ترامپ در این حال مصوبه کنگره برای نیم تریلیون دلار دیگر کمک مالی را امضا و ابلاغ کرد. به این ترتیب تاکنون دولت آمریکا 3 تریلیون دلار در بحران جاری کمک مالی کرده و حرف از این است که به زودی 1 تریلیون دلار دیگر هم به کمک‌ها اضافه کند. آمار ابتلا به کرونا دست کم تا جایی که ثبت شده به 1 میلیون نفر نزدیکتر می شود و شمار کسانی که جانشان را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند از 51,000 نفر گذشته است. دولت می گوید حدود 5 میلیون نفر در این مدت آزمایش ابتلا به ویروس کرونا دادند. بخشی از افزایش جهشی آمار در آمریکا طی 1 هفته گذشته به این نسبت داده شده که موارد مشکوک به کرونا هم در محاسبه ها افزوده شده. قربانیانی که پیش از مرگ از آنها تست کرونا نگرفته بودند ولی در هفته‌های گذشته با علائم مشابه درگذشتند. با ادامه کاهش شمار مبتلایان تازه از جمله در ایالت نیویورک که کانون بحران در آمریکا بوده، صحبت از کاهش محدودیت‌ها بیشتر شده. هادی نیلی گزارش می‌داد. سازمان بهداشت جهانی خبر داده سازمان ملل متحد با دولت‌ها و بخش خصوصی کشورهای مختلف متحد شده تا برای تسریع تولید واکسن ویروس کرونا جدید و راه‌های درمان آن متفقاً وارد عمل شوند. بسیاری از سران کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی در این کنفرانس شرکت داشتند، اما جای چین و آمریکا خالی بود. همزمان روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده اتحادیه اروپا گزارش انتقادی خود درباره عملکرد چین در قبال ویروس کرونا را به دنبال اعمال فشار از طرف پکن تغییر داده. منوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌دهد. سازمان بهداشت جهانی امیدوار است با طرح مشترک اعلام شده در کنفرانس روز جمعه به میزبانی اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری فرانسه و بنیاد بیل و ملیندا گیتس، تولید و دسترسی برابر تمام شهروندان جهان به واکسن ویروس کرونا 2019 را عملی کند. بیش از 2,700,000 نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 195,000 نفر بر اثر آن جانشان را از دست دادند. دبیر کل سازمان ملل متحد که از سخنرانان کنفرانس روز جمعه بود، همه‌گیری کرونا را دشمنی جهانی و بی‌سابقه خواند و گفت برای مقابله با آن به عظیم‌ترین تلاش جمعی تاریخ در زمینه درمان نیاز است. آقای گوترش تأکید کرد که هر درمان و دارویی برای بیماری و هر واکسنی برای پیشگیری از آن باید در اختیار تمام مردم قرار بگیرد. او گفت واکسن و دارو برای یک کشور یا نیمی از جهان کفایت نخواهد کرد. واکسن باید ارزان، ایمن و به راحتی قابل استفاده باشد و تا وقتی که همه در برابر بیماری ایمن نشوند، هیچ کس از آن در امان نخواهد بود. اورسولا وندرلین، رئیس کمیسیون اروپا گفته اتحادیه اروپا و شرکایان به دنبال جمع‌آوری کمک مالی بالغ بر 7.5 میلیارد یورو هستند تا بتوانند بودجه لازم برای مراحل اولیه تولید دارو و واکسن را تأمین کنند. رهبران آمریکا و چین، دو کشوری که در پی بحران کرونا مرافعه دیپلماتیک را از سر گرفتند، در این کنفرانس حاضر نبودند. همزمان روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده اتحادیه اروپا در پی اعمال فشار از سوی چین، لحن انتقادیش درباره عملکرد پکن در قبال ویروس کرونا و اشاعه اطلاعات غلط را در یک گزارش تغییر داده. این روزنامه میگوید مقام‌های چین بعد از اطلاع از پیشنویس گزارش اتحادیه اروپا درباره این ویروس و اتهامات مطرح شده در آن علیه چین، به این اتحادیه برای عدم انتشار گزارش فشار آوردند. نیویورک تایمز میگوید در این گزارش به تلاش‌های چین برای پنهان کردن مبدأ ویروس در ووهان
و مقصر خواندن آمریکا برای اشاعه ویروس توسط پکن اشاره شده بود. ولی بعد از فشار مقام‌های چین و نامه‌نگاری‌های متعدد، این موارد از گزارش اتحادیه اروپا حذف شده. در همین حال چن ون، یکی از دیپلمات‌های ارشد پکن در بریتانیا، در گفتگو با بی بی سی تحقیق مستقل درباره عملکرد اولیه کشورش در قبال ویروس کرونا را رد کرد و گفت چنین تحقیقی انگیزه سیاسی خواهد داشت و در اتهامات بی اساس و ضدیت با چین ریشه دارد. در دیگر نقاط جهان، آزمایش‌های مسکو درباره وجود پادتن در بدن شهروندان پایتخت روسیه نشان می‌دهد احتمالاً از هر 10 نفر یک نفر در مقطعی به ویروس کرونا 2019 مبتلا شده. مسکو و مناطق اطراف آن در مجموع از مبتلا شدن بیش از 44,000 نفر به ویروس کرونا خبر دادند. و مجارستان گفته مرزهای خود را در پی گفتگو با مقام‌های کرواسی با این کشور باز می‌کند. مجارستان تمامی مرزهای خود را در پی همه‌گیری کرونا بسته بود و حالا قرار است تنها مرز خود را با کرواسی باز کند. مهنوش پورزیایی. و اما در ایران، معاون کل وزیر بهداشت از بالا رفتن تعداد موارد جدید ابتلا به کرونا در تهران خبر داده. پس از کاهش محدودیت‌های رفت و آمد در 2 هفته گذشته، حالا بر اساس آمارهای رسمی تعداد مبتلایان در بعضی از استان‌ها دوباره در حال افزایش است. در حالی که فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران گفته باید ملاحظات بهداشتی با قوت و جدیت همچنان ادامه داشته باشد، در آستانه ماه رمضان خبرهایی از احتمال بازگشایی سینماها منتشر شده. شمس گزارش می‌دهد. زمزمه بازگشایی سینماها به گوش می‌رسد. درست پس از باز شدن پارک‌های پایتخت ایران به روی شهروندان. دفتر نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی ضوابطی را تهیه کرده که قرار است شنبه با نظر کارشناسان نهایی شود. مقرراتی برای شروع کار مجدد سینماها. فروش تنها 40% ظرفیت هر سالن، چیدمان تماشاچیان در سینما که باید به حالت ضربدری باشد تا رعایت فاصله گذاری ایمن هنگام ورود و خروج. علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران گفت تعدادی بیمار جدید در مراکز درمانی ما بستری شدند که نشان دهنده سیر مستمر و علت دوام این بیماری در شهر تهران است. اما فرمانده ستاد مقابله با کرونا هر گونه بازگشت شتاب زده و حضور مردم در اجتماعات را موجب افزایش آمار مبتلایان اعلام کرده. مسئولان بهداشتی همچنان تاکید به در خانه ماندن دارند و نرفتن به سفرهای غیر ضروری. محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع مجلس میگوید چاره جز همزیستی با کرونا نداریم و ضروری است که کسب و کارها با رعایت مسائل بهداشتی بازگشایی شوند. پس از کاهش محدودیت‌های رفت و آمد، کم کم مقامات خبر از سیر صعودی این بیماری در استان‌های مختلف می‌دهند. استاندار خوزستان، نماینده دسفول و علی اکبری، نماینده شیراز، همه از روند صعودی ویروس کرونا پس از کاهش محدودیت رفت و آمدها خبر دادند و نگران شیوع موج دوم این بیماری هستند. عباس پاپیزاده، نماینده دسفول، گفته باید واقعیت را به مردم گفت. معتقدم اگر مسائل را به صورت واقعی و دقیق به مردم منتقل کنیم و آنان در جریان واقعیت قرار بگیرند، قطعا نکات بهداشتی را با دقت و وسواس بیشتری رعایت خواهند کرد. اما بسیارند کسانی که شغل ثابتی ندارند و روزمزدند. به گفته علیم یار محمدی، نماینده زاهدان، مردم استان سیستان و بلوچستان حدود 74% زیر خط فقر هستند و حتی در اوج گرفتن کرونا هم نتوانستند دست از کار بکشند و حالا با صدور مجوز شروع به کار از سوی دولت آمار مبتلایان به ویروس کرونا صعودی شده. بر اساس آمار رسمی اعلام شده در 24 ساعت گذشته 1168 مورد جدید شناسایی شده و 93 نفر جان باختند. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به کرونا در ایران به 88194 نفر و فوت شدگان به 5574 نفر رسید. شنبه شروع ماه رمضان است و هر گونه اجتماع در این ماه را ممنوع اعلام کردند. اماکن زیارتی تا 15 اردیبهشت همچنان بسته خواهند بود. مدیر حوزه‌های علمیه ایران گفته در بازگشایی اماکن مذهبی تابع پروتکل‌های وزارت بهداشت هستیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سومین محموله کمک‌های بهداشتی و پزشکی اهدایی دولت قطر وارد تهران شد. این محموله شامل بیش از 14 تن کالا و تجهیزات برای مقابله با کرونا است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم از پیک دوم با شدت بیشتر خبر می‌دهد. او گفته روند عادی سازی باید پلکانی و آرام آرام باشد. اما به نظر می‌رسد سطح حضور مردم در شهر بر اساس روندی پلکانی نیست. گزارشی بود از آنایتا شمس. برای بررسی بیشتر بعضی از نکاتی که در این گزارش آمده بود با دکتر کامیار علایی مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسان دانشگاه ایالتی نیویورک در تماس هستیم. آقای دکتر شبتون در نیویورک بخیر، خوش آمدید به برنامه. دکتر علایی، با توجه به اونچه که در گزارش آنایتا شنیدیم و دیدیم، یعنی این ابراز نگرانی تعدادی از مسئولان درباره بالا رفتن دوباره شماره مبتلایان به کووید 19 در بعضی از شهرهای ایران، آیا میشه گفت اون موج دوم شیوع کرونا که عده‌ای نگرانش هستند در ایران فرا رسیده؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. مسئله مهمی که وجود داره این هست که ایران برخلاف سایر کشورهای دنیا که یک تصمیم واحد و مرکزی گرفتن و در یک روز مشخص در سراسر کشور بحث قرنطینه رو پیش کشیدن و همین مسئله باعث شد که نمودار تصاعدی که رو به رشد بود به صورت پلاتو بره و کم کم کاهش پیدا کنه و این نشون میده که هماهنگ کنترل شده. در ایران متاسفانه تصمیم گیری مرکزی نبود و هر استانی به نوعی به سبک خودش میزد و بعضی وقتها در واقع به سمت قرنطینه میره و بعضی مواقع شل میشد و همین مسئله باعث میشه که ما یک آمار واحدی نداشته باشیم و آمار ما متاسفانه نمایندگی کل استانها نیست. به خاطر همین مسئله این اعدادی که ما میتونیم ببینیم این اعداد نماینده واقعی نیستن و ما میبینیم که با باز شدن در واقع کسب و کار کم کم خیلی از استانها موارد روبروششون بیشتر میشه. الان خیلی زوده که ما بگیم با افزایش این 4 تا استان پیک دوم صورت گرفته، ولی قطعا در 2 هفته دیگه شما شاهد پیک بزرگ خواهید بود، چون که هر تصمیم گیری که صورت بگیره تقریبا 3 هفته بعدش اثر خودش رو نشون میده. با توجه به اینکه از هفته پیش در واقع کسب و کار باز شدن، 2 تا 2 هفته دیگه شما پیک خیلی بزرگی خواهید دید. فقط مسئله که هست این هست که این پیک بیشتر در شهرهای کوچک ایجاد خواهد شد و چون اون شهرها دسترسی به تست‌های تشخیصی ندارن و از طرف دیگه سطح در واقع دانش بهداشتی اونها مثل سطح شهرهای بزرگ نیست، یا مراجعه نمی کنن یا اگر مراجعه می کنن با تست تشخیصی کرونا تشخیص داده نمیشن و در گزارش های نهایی کشور وارد نمیشن. از طرف دیگه هم میبینیم یک عده نگرانن که بازگشایی سینماها و پارک ها و مراکز عمومی دیگه ممکنه مقدمه ای باشه برای اینکه دولت بخواد به دلیل آغاز ماه رمضان مساجد و اماکن مذهبی رو باز بکنه. آیا این کار درستیه؟ بله، در واقع وقتی من شنیدم که میخوان سینماها رو باز کنن بسیار جای تعجب هست. شما سینما رو نباید با پارک مقایسه کنید. پارک یک فضای بازی هست و در واقع هوا جریان پیدا میکنه و فضا انقدر زیاد هست که افراد میتونن فاصله های خیلی زیادی از هم داشته باشه، اما سینما یک فضای سربسته هست. هر چقدر هم که بخوان رعایت کنن نمیتونن رعایت کنن و ویروس میتونه تا 3 روز در اون فضا وجود داشته باشه. به خاطر همین به هیچ عنوان من توصیه نمیکنم که سینماها باز بشن و اگر هم باز شدن به مردم ازشون خواهش میکنم که به سینما مراجعه نکنن، چون قطعا مبتلا خواهند شد. از طرف دیگه اماکن مذهبی ازدحامات بسیار بیشتر میشه، مخصوصا در واقع نیمه دوم ماه رمضان، و باعث ابتلاع بسیار زیادی ما در عید فطر خواهیم شد. به خاطر همین همونطوری که در اصل اسلام هست لا ضرر ولا زیان، یعنی اگر آب باعث بشه که ضرری به فرد برسه برای وضوء، شما نباید از آب استفاده بکنید یا نباید حتی به حج برین. این هم مصداقی هست، وقتی که خانه خدا بسته است دیگه مساجد دیگه جای خودشو داره. خیلی متشکرم آقای دکتر. دکتر کامیار علایی مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسان دانشگاه ایالتی نیویورک. و حالا هم از شما شنوندگان و بینندگان برنامه دعوت میکنم که نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. فکر میکنید که باز شدن پارک ها و سینما ها و اماکن عمومی دیگه کار درستیه؟ اگر شما هم روزه میگیرید، در شرایط فعلی حاضرید برید به مسجد و یا در مراسم افطار دست جمعی شرکت کنید، به نظر شما لازمه که مسجدها باز بشن؟ آیا ملاحظات اجتماعی در شهری که شما در اون زندگی میکنید رعایت میشه؟ آیا شما هم نگران هستید که کرونا دوباره در اونجا شیوع پیدا کنه؟ پیام هاتون رو از این راه ها به دست ما برسونید. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk
2044 370 412 22 22. و اما روزنامه های امروز صبح تهران با فرشته قاضی و بخش اول مرورانا. بررسی روزنامه های امروز تهران رو شروع میکنیم. در بخش اول با مجلس و بازی ریاست از اعتماد، جدال دو بروج باجری از شرق و راهنما به راست مدیران دوزیست از آفتاب یزد. روزنامه اعتماد در مورد این بحثا درباره ریاست مجلس نوشته و معتقده که نه مجلس پیش رو خیلی جایگاه مهمی داره، ارزش زیادی داره، و نه جایگاه ریاستش. همینطوره، این بحث ریاست مجلس آتی بحثی هستش که چند روزه در محافل سیاسی و رسانه ایران مطرحه. مصطفی هاشمی تبا در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته اون چه که برایند انتخابات اخیر و مجلس آتیه که از خرداد ماه شکل میگیره نشون میده که اگرچه خود مجلس جایگاه مهمی در مناسبات کشور داره، اما از این مجلس نباید انتظار اقداماتی ویژه و منحصر به فرد داشت. و بر مبنای همین تحلیل هم هستش که جایگاه ریاست این مجلس چندان که باید و شاید همچون دوره‌های پیشین از اهمیت برخوردار نیست. آقای هاشمی تبا نوشته که مجلس پیشرو در مسائل مهم کشور به نظر میرسه که بتونه تاثیرگذار باشه کلا. اما روزنامه شرق یک دید متفاوتی داره به این موضوع. احمد غلامی در سرمقاله روزنامه شرق اشاره کرده به دو رقیب برای ریاست مجلس، مصطفی میرسلیم و محمد باقر قالیباف، و معتقد هستش که میرسلیم اقبال چندانی برای انتخابات ریاست مجلس نداره، بیشتر به دلیل اینکه بورژوازی سنتی نمایندهش میرسلیم هست. آقای غلامی توضیح داده که قریب به اتفاق تحلیلگران سیاسی بر این باورن مجلس یک دست آینده اثرگذاری چندانی نخواهد داشت، اما در اجرای تصمیمات بزرگ که از سوی نهادهای رسمی مورد تایید نقشی حیاتی ایفا خواهد کرد و نمایندگان مجلس آتی این آمادگی رو دارن بدون هیچ مجادله‌ای با اطاعتی خودخواسته در تصمیمات کلان شرکت بکنن. اما در بحث ریاست مجلس اگر این بار میرسلیم شکست بخوره، میشه گفتش که پرونده بروژوازی سنتی به دست بروژوازی حمایتی که نمایندش قالیبافه برای همیشه بسته خواهد شد. ما در پایان هم روزنامه آفتاب یزد که هشدار داده به حسن روحانی که مراقب راهنما به راست دادن مدیران دولتش باشه. داروش قنبری در سرمقاله این روزنامه از ناهماهنگی و اظهارات متناقض در میان مدیران ردای مختلف دولت حسن روحانی انتقاد کرده. نوشته این امر جدیدی نیست، اما با رسیدن سال آخر ریاست جمهوری روحانی داره تشدید میشه و با توجه به اینکه برخی مدیران سیاسی و غیر سیاسی فرصت طلب هستند، سعی میکنن علارغم اینکه در دولت روحانی هستند اما برای بقای سیاسی خود راهنما به سمت مقابل بزنن. فرشته قاضی روزنامه‌نگار در آتلانتا و بخش اول مرور روزنامه‌های امروز صبح تهران. چشم‌انداز بامدادی را از بی بی سی در لندن می‌شنوید. سرتیب امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در مصاحبه‌ای با تلویزیون ایران حاضر شد و درباره فعالیت‌های مختلف نیروی تحت امرش توضیحاتی داد. آقای حاجی زاده در این مصاحبه که بیش از نیم ساعت به طول انجامید، درباره طیفی از موضوع‌ها به خصوص پرتاب اخیر یک ماهواره نظامی و همینطور حمله موشکی دیما به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق سخن گفت. اما راجع به سرنگونی هواپیمای مسافربری با دو موشک سپاه چیزی نگفت. هواپیمای مسافربری اوکراینی. او درباره حمله موشکی به پایگاه عین الاسد گفت که برآورد سپاه این بوده که آمریکا به سرعت واکنش نشان می‌دهد و به اهدافی در ایران حمله می‌کند که به گفته او در چنین صورتی سپاه با در نظر گرفتن 400 هدف آماده واکنش متقابل بود. برای اینکه تحلیل بیشتری داشته باشیم برای این موضوع با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن بن آلمان در تماس هستیم. درود آقای مهدوی آزاد، خوش آمدید به برنامه. آقای مهدوی آزاد، با اهمیت حرفای آقای حاجی زاده شروع بکنیم. این حرفا چه اهمیتی داشت، چه پیامی داشت، چه نتیجه گیری میشه کرد از این حرفا؟
صبح شما بخیر. همچنان که گفتید از 18 دی ماه که در واقع سپاه شلیک کرد به اون بوئینگ اوکراینی، مهمترین موضوعی که در مورد سپاه در افکار عمومی مخصوصا در حوزه بین‌المللی مطرح بود همین مسئله بوئینگ بود. توی این مدت به سپاه حتی یک خط هم توضیح نداده. آقای عزیزاده وارد این موضوع هم نشد منتها و ترجیح داد در واقع تمام تمرکز خودش رو ببره روی موضوع ماهواره نور. حرف اصلی آقای حاجی‌زاده همون جایی بود که با هیجان گفت در کلیپ دیگه‌ای هم که از فرماندهان سپاه منتشر کرده بودن، فرمانده کل سپاه میگه که سپاه فضایی شد، ما داریم ابرقدرت میشیم. آقای حاجی‌زاده در صدا و سیما هم عملا همین رو گفت، پیامش این بود که ما یعنی سپاه پاسداران یعنی جمهوری اسلامی حالا وارد یک فاز تازه شده از قدرت به ادعای او. و اگر این حرف رو بذارید کنار تحولات هفته پیش، مشخصا تحولات سه‌شنبه و چهارشنبه که سپاه بعد از مدت‌ها به آرامش، حدود 6 ماه آرامش در عمان و خلیج فارس، یک کشتی هنگ کنگی رو برای به طور موقت توقیف کرد و بعد هم روز چهارشنبه با ناوهای آمریکایی رو در رو شد، به نظرم میتونیم بگیم که حالا حرفای آقای حاجی‌زاده معنای جدیدتر هم داره، نه فقط ادعای ابرقدرت شدن جمهوری اسلامی یا سپاه، بلکه ورود دوباره سپاه به صدر تحولات سیاسی ایران. آقای حاجی‌زاده به ماجرای حمله ایران به پایگاه عین اسد هم اشاره کرد. از صحبتاش اینجور برمیاد که ایران فکر میکرده آمریکا حتما جواب میده و سپاه آماده بوده که در پاسخ به 400 نقطه حمله بکنه. یعنی واقعا سپاه آماده یک جنگ تمام عیار بوده؟ ببینید این بخش حرف حاجی‌زاده از من عجیبترین قسمت حرفای او بود. اولا اینکه در این مقطعی که تنش با آمریکا بالا گرفته چرا چنین چیزی رو مطرح میکنه خیلی عجیب هست، به این خاطر که آقای حاجی‌زاده چند بار در این مدت مشخصا 17 بهمن 98 دوباره در صدا و سیما حاضر شده بود. اونجا از او در مورد عین الاسد پرسیدن، گفت من توضیح نمیدم، بعدا یه جلسه دیگه. بنابراین در این مقطع پرتنش نفس ورود به این موضوع بسیار معنا داره. دوم که آقای خامنه‌ای تا الان حداقل 3 بار سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی رو نه جنگ نه مذاکره اعلام کرده. یک بار به صراحت گفته ما هرگز کشور رو به سمت جنگ سوق نخواهیم داد. حالا اینجا آقای حاجی‌زاده میگه که ما تحلیل استراتژیک، تحلیل سپاه، برداشت سپاه این بوده که بعد از حمله پایگاه عین الاسد آمریکایی‌ها حتما 52 هدف وعده آقای ترامپ رو در ایران خواهند زد و میگه ما هم برنامه داشتیم بلافاصله 400 نقطه رو بزنیم. 400 نقطه این جنگ منطقه‌ای، یک جنگ تمام عیار با ایالات متحده آمریکا برو برگردم نداره. برای من واقعا نیست که اینجا 3 گزینه بیشتر مطرح نیست. یا آقای حاجی‌زاده داره بلوف میزنه، گزارش دروغ میگه چون سپاه چنین برنامه‌ای رو نداشته، یا اینکه آقای خامنه ای دروغ گفته، برنامه استراتژیک ایران این نبوده که به سمت جنگ هرگز نره. میخواد که الان در سوریه میبینید اسرائیلی ها دارن عوامل سپاه رو میزنن، ایران واکنش نشون نمیده، واضح است که برنامه‌شون است که به سمت جنگ با اسرائیل نره. یا حالت سوم این هستش که نه، بخش های از سپاه برنامه چیده بودن که ایران رو درگیر یک جنگ بزرگ بکنن، منتها با سکوت ایالات متحده آمریکا در واقع با عدم مقابله مثل آمریکا این برنامه شکست خورد. و در پایینم صحبت اشاره بکنم به بخش از حرفای آقای حاجی‌زاده، گفتش که مردم نگران هیچ چیز نباشند بچسبند به اقتصاد. یعنی معلومه که پس اقتصاد یک مشکلاتی داره. توی این شرایط اوضاع بد اقتصادی سپاه 2 برنامه ماهواره و فضایی داشته، چجوری این رو میشه توضیح داد؟ خیلی عجیبه. بله بله، یعنی در واقع با این فشار اقتصادی جمهوری اسلامی دو تا برنامه فضایی بزرگ داره. یه برنامه که تحت نظر سازمان فضایی ایران و وزارت ارتباطات هست، یه برنامه هم که سپاه تازه رو کرده و در موردش چیزی منتشر نشده. ببینید این ماهواره فضایی ایران با برنامه فضایی ایران هزینه بسیار سنگینی بر کشور تحمیل میکنه. البته نفس این برنامه خب خوبه، هم باعث افتخار و اقتدار ملی میتونه باشه و هم که باعث پیشرفت میتونه بشه، منتها در این شرایط وخیم اقتصادی با این هزینه های بسیار هنگفت، بحثایی که در مورد فسادش مطرح میشه و بحثایی که در مورد کپی برداری از در واقع سامانه های حمل ماهواره مطرح میشه خیلی عجیبه. ببین در مورد مثلا ماهواره زهره، ما میدونیم روسیه سال 1983 $132 میلیون از ایران پول گرفت، هنوز ما نفهمیدیم چی شد. در مورد ماهواره مصباح ایتالیا از ایران پول گرفتن، نفهمیدیم چی شد. ماهواره سینا رو روس‌ها از روسیه پرتاب کردن، بعد من گفتم ماهواره گم شده و ایرانی هم خیلی ناراحت شدن، بعدا معلوم شد تحت فشار آمریکا چنین کاری رو کردن. صدها میلیارد، اگر دقیق‌تر بگم هزاران میلیارد تومان
هزینه پروژه ای شده که حداقل در این شرایط فعلی معنایی نداره جز اینکه فضا رو نظامی تر میکنه، در واقع فضا رو تندتر میکنه و عملا به ضد اقتصاد تبدیل میشه. آقای حاجی‌زاده سعی میکنه البته خودش رو ناجی اقتصاد نشون بده. من دیدم خبرگزاری مهر در مورد ایشون یه گزارش زده بود که حاجی‌زاده منجی اقتصاد ایران هست. 26 دی 1398 نوشته بود لایه های پنهان خدمات او. با این حال واقعیت این هستش که عملکرد این بخش از سپاه پاسداران عملا باعث تشدید تنش‌ها در ایران خواهد شد. خیلی ممنون از آقای مهدوی آزاد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در شهر بن. نگاهی بندازیم به خلاصه‌های مهم ایران و جهان. معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس خبری جمعه از تایید نخستین کیت خانگی تست کرونا از سوی سازمان دارو و غذای این کشور خبر داد. آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا دیروز از مرز 50,000 نفر گذشت. بلژیک جدیدترین کشور اروپایی است که قصد دارد مقررات وضع شده برای مبارزه با ویروس کرونا را به تدریج بردارد. در ایران وزارت بهداشت تعداد جان باختگان بر اثر بیماری کووید 19 بین 4 تا 5 اردیبهشت را 93 نفر و شمار مبتلایان جدید را 1186 نفر اعلام کرده. بنابر اسنادی که به دست رسانه‌ها رسیده، دیوان عالی عربستان دستور لغو مجازات شلاق زدن را صادر کرده و استعفای وزیر دادگستری برزیل بعد از برکناری رئیس پلیس این کشور از تازه‌ترین مواردی است که به تنش در سیاست داخلی برزیل اضافه کرده. چشمانداز بامدادی رو ادامه میدیم با گفتگویی درباره اینکه گروه طالبان گفته فقط در صورت اجرای کامل توافقنامه با آمریکا حاضر به قبول آتش بسه. نظر یک کارشناس رو هم میشنویم درباره اینکه ایران چطور میتونه کسری بودجه رو که با شیوع کرونا بدتر شده جبران بکنه و البته هفت شنبه رو هم داریم. اسم تو با عشق نوشتم رو تن درخت و گل دادن واسه بودن تو به کنارم تک تکشون به قول دادن اینا همه میدونن نمیتونم بمونم با تنهایی ها اینا همه میدونن که من چقدر دیوونم حق با ایناست. چشم‌انداز بامدادی رو از بی بی سی در لندن میشنویم. امیدواریم که بتونیم تماسمون رو با همکارمون در کابل برقرار کنیم. میبینم که تلاشایی دارن میکنم. من مقدمه مطلب رو براتون میخونم تا تماس برقرار بشه. گروه طالبان میگوید تنها نه، متاسفانه ارتباط ما به هم خورد. میریم به سراغ مطلبی از ایران و بعد برمیگردیم دوباره به موضوع افغانستان. همزمان با ادامه بحران کرونا در ایران و بسته ماندن اکثر کسب و کارها و همچنین ادامه فشارهای اقتصادی و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، رئیس سازمان مالیاتی ایران گفته که در خوشبینانه ترین حالت دست کم 40,000 میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت کم خواهد شد. امیدعلی پارسا گفته از 180,000 میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده، شاید بشود 140,000 میلیارد تومان آن را وصول کرد. آن هم به شرطی که تاثیر کرونا بر کسب و کارها فقط محدود به فصل بهار باشد. با شیوع ویروس کرونا در ایران و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، شمار قابل توجهی از شهروندان ایران درآمد روزانه و ماهانه خود را از دست دادند. از آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پرسیدم با توجه به افت شدید بهای نفت و پیش بینی کاهش دست کم 40,000 میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت، کسری بودجه را از چه راه‌های دیگری میتوان جبران کرد؟ اصولی ترین راه برای اینکه در واقع با این کسری بودجه بتونیم اقتصاد رو در سال جاری اداره بکنه دولت این هست که با توجه به داده‌های جدید و با توجه به اطلاعات جدید بودجه سال 99 رو تدوین و بازنویسی دوباره بکنه. در واقع بودجه پالایش بشه از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هایی که اولویت ندارند، مولد نیستند و بودجه‌های اونها یا کسر بشه یا اصولاً از اونها گرفته بشه. نهادها، سازمان‌هایی که در 40 سال گذشته معاف از مالیات بودن، مالیات ندادن، اونها مشمول مالیات بشن که بخشی از این کسر درآمدهای مالیاتی از بابت رکودی که بر اقتصاد حاکم هست تامین بشه و اساساً فقط یک پروژه، اون هم مقابله با بحران کرونا و گذر از این بحران مد نظر دولت باشه که تمام منابع در خدمت این موضوع قرار بگیرن. اما اگر نخواهند این شیوه اصولی رو در پی بگیرن، راه دیگه‌ای نمیمونه جز اینکه دولت
یا استقراض از بانک مرکزی بکنه یا میزان برداشت از صندوق توسعه ملی رو افزایش بده، که تمام این راه ها و این روش ها چون منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی میشه، پیامدهای تورمی رو به دنبال خواهد داشت که میتونه حتی از خود بحران فعلی، یعنی بحرانی که از بابت تحریم ها، از بابت شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد ایران تحمیل شده، بحران بزرگتر و خطرناکتری باشه. آرش حسنیا، روزنامه نگار اقتصادی. با هم چند خبر کوتاه از ایران بشنوید. وزارت خارجه بریتانیا از اقدام ایران در پرتاب ماهواره نظامی ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته ممنوعیت سازمان ملل را رعایت کند. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا تاکید شده اقدام ایران نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. پیشتر آمریکا و فرانسه و آلمان هم اقدام ایران در پرتاب ماهواره نظامی را محکوم کرده و آن را ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل خواندند. علیم یار محمدی نماینده زاهدان در مجلس با اشاره به فقر شدید در استان سیستان و بلوچستان گفته 70% مردم این استان به شبکه مخابراتی دسترسی ندارند و نزدیک به 75% ساکنان این استان هم زیر خط فقر امنیت غذایی هستند. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته تعداد مبتلایان و جانباختگان کرونا در این استان به دلیل پراکندگی جمعیت کم بوده، اما پس از آنکه دولت مجوز از سرگیری فعالیت‌ها را داد، آمار مبتلایان صعودی شد. دادگاه انقلاب شهر آمل 5 نفر از کسانی را که در تجمع اعتراض به سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران شرکت کرده بودند، در مجموع به 30 ماه زندان محکوم کرده. در جریان اون تجمع در شهر آمل 14 نفر بازداشت شدند و 3 نفر از افراد بازداشت شده به دلیل ضرب و جرح شدید توسط نیروهای امنیتی به بیمارستان منتقل شدند. اتهام این افراد اعلام نشده است. رئیس جمهوری ونزوئلا برای تولید بنزین از ایران کمک خواسته و تهران هم به این کشور مواد پالایشگاهی ارسال کرده. این را خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی نوشته. به گفته این خبرگزاری، دو هواپیمای شرکت هواپیمایی ماهان مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید بنزین را روز پنجشنبه به ونزوئلا وارد کردند. و مالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، از فعالیت زباله‌گردهای جدید در پی افزایش حجم زباله و توقف فعالیت پیمانکاران شهرداری برای تفکیک زباله از مخازن خبر داده است. پیش از این چندین عضو شورای شهر تهران و مقام‌های سازمان بهزیستی گفته بودند که شمار قابل توجهی از زباله‌گردان در این استان کودک بوده و از اتباع افغانستان و پاکستان هستند و در معرض آسیب‌های جسمی و روحی خطرناکی قرار دارند. حالا بازم میریم به سراغ فرشته قاضی و روزنامه های صبح تهران. بررسی روزنامه های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با مواجهه اصولی با کووید 19 از دنیای اقتصاد. آموزش آنلاین رو به نمایش کمدی تبدیل نکنید از آرمان ملی و در نهایت همسایه سنگین کرونا بر آموزش کودکان استثنایی از شهروند. دنیای اقتصاد از گسترش ویروس کرونا در شهرهای مختلف ابراز نگرانی کرده تو این مطلب، درسته؟ همینطوره و معتقده که مجموع اقدامات کشور هم در 3 ماه گذشته در واقع مؤثر نبوده. مهدی عسلی در این روزنامه نوشته که به دلیل از دست رفتن زمان طلایی کنترل شیوع بیماری در آغاز پیدایش ویروس کرونا در ایران، این ویروس به تمام نقاط کشور سرایت کرده و از اونجا که فاصله گذاری های اجتماعی در واقع رعایت نشده، قادر به جلوگیری از انتقال ویروس نبودیم. اما اکنون برداشتن قرنطینه و آزادسازی مسافرت‌های درون و بین شهری و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در حالی که هنوز شیوع بیماری تحت کنترل در نیامده، در برخی از استان‌ها باعث افزایش افراد مبتلا به این بیماری شد و این خطر رو داره که این ویروس به همه هموطنان دیگه هم سرایت بکنه. بعدش هم روزنامه آرمان ملی که در مورد آموزش آنلاین نوشته و میگه باید این نوع آموزش جدی گرفته بشه. شیرزاد عبداللهی در این روزنامه معتقده که گذار از آموزش حضوری به آموزش آنلاین کاری دشوار و پیچیده است و اشکالات متعددی داره. این اشکالات هم با تبلیغات حماسی یا دادن آمار ساختگی و رئیس پسند حل نخواهد شد، فقط باعث میشه مشکلات دیده نشن و راندمان کار پایین بیاد. آقای عبداللهی نوشته که وظیفه وزارت خونه سازماندهی و فراهم آوردن امکانات و لوازم آموزش آنلاین، حتی اگه کارگر ساده رو برای ساختمون هم استخدام کنند باید بیل و کلنگ و فرغون در اختیارش بذارن و نمیشه معلم و خانواده دانش آموز رو مکلف به فراهم آوردن
امکانات کرد. و بعد هم روزنامه شهروند که باز هم در مورد آموزش آنلاینه و معتقده که خیلی از بچه‌های استثنایی محروم شدن از این آموزش. سوگل دانایی در گزارشی که تیتر اول این روزنامه هم هست، از نادیده گرفتن بیش از 82,000 دانش آموز با نیازهای ویژه از سوی صدا و سیما به بهانه مشکلات فنی نوشته و اینکه برنامه‌های آموزشی تلویزیونی گفته شده قرار نیست مترجم و رابطی برای ناشنوایان داشته باشه. خانم دانایی به نقل از رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور نوشته که بارها با سازمان صدا و سیما مکاتبه کردن، اما اونها مشکلات فنی رو مانع حضور مترجم و رابطه شنوایی میدونند و حاضرم نیستن مترجمان این سازمان رو به صورت رایگان در اختیار بگیرن. فرشته قاضی و روزنامه های امروز صبح تهران برگردیم به مطلب مربوط به افغانستان. گروه طالبان میگوید تنها عملی شدن توافقنامه این گروه با آمریکا میتواند منجر به آتش بس با دولت شود. این توافقنامه نزدیک به 2 ماه پیش در قطر امضا شد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتی گفته تا زمانی که زندانیان این گروه آزاد نشوند و توافقنامه به طور کامل اجرا نشود، طلب آتش بس معقول نیست. آقای شاهین را در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری افغانستان از طالبان برای پذیرش آتش بس در ماه رمضان بیان کرده. با همکارم روین رهنوش در کابل در تماس هستیم. صبحت بخیر روین. آیا دولت افغانستان به توییت آقای شاهین واکنشی نشون داده تا حالا؟ خب موقف سهیل شاهین موقف تازه نیست، اما موقف همیشگی است که طالبان همواره آتش بس را از درخواست آتش بس دولت را رد کردند. و خب بعد از اینکه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری خواهان آتش بس شد، باز هم به مناسبت روز رمضان، این پاسخ آقای شاهین به رئیس جمهوری بود. و بعد یک روز پیش شورای امنیت ملی افغانستان هم در واکنش و توییت آقای شاهین گفت که 58 زندانی دیگر طالبان هم آزاد شدند و قرار است که 950 نفر دیگر هم آزاد شوند. تا به حال 550 زندانی طالبان آزاد شدند. و سخنگوی این شورا گفت که این تلاش ها، این رهایی زندانیان بخشی از تلاش ها برای صلح افغانستان هست و بر اساس اون توافقنامه‌ای که آمریکا و طالبان امضا کردند قرار است 5000 زندانی طالبان آزاد شوند، اما تا به حال رئیس جمهوری تنها فرمان رهایی 1500 نفر را صادر کرده. با این همه به نظر میرسه که در وقت زیادی میگیره که صلح افغانستان به نتیجه برسه یا حداقل توافقنامه آمریکا و طالبان تطبیق شود. آیا آزاد کردن زندانیان در کاهش درگیری ها و حملات طالبان در روزهای اخیر تأثیری داشته یا نه؟ گروه طالبان حدودی نزدیک به 2 ماه بعد از امضای توافقنامه آمریکا و طالبان وضعیت جنگی افغانستان بهبود قابل ملاحظه داشت و درگیری ها کاهش یافته بود، اما این یک هفته به نظر میرسه که ماشین جنگی گروه طالبان یک دفعه دیگر فعال شده و حملات را بالای نیروهای امنیتی در بخش های مختلف افغانستان انجام دادند. و همین دیروز در ولایت بادغیش در یک حمله طالبان 13 نیروی طرفدار دولت کشته شدند و 7 نفر را هم اسیر گرفتند. وزارت دفاع هم میگه که حداقل روزانه گروه طالبان 10 حمله بالای نیروهای امنیتی انجام میتن. و در جریان این هفته‌ای که شده تا به حال در بخش‌های غرب، در شمال شرق، در همه بخش‌های افغانستان تا به حال گروه طالبان حملات انجام دادن. دیروز سازمان ملل متحد هم به مناسبت رمضان خواهان آتش بس شد. دبرا لاینز فرستاده ویژه این سازمان برای افغانستان گفت که وقتش رسیده که افغان‌ها سلاح را زمین بگذارند و بیایند به خاطر مبارزه با پاندمی کووید 19 دست یکی بکنند. متشکرم روین رهنوش همکار ما در کابل. نگاهی بندازیم به چند تا از پیام‌های شما در فیسبوک. ابو یاسر نوشته چین و کشوری دیگر به علت رفت آمد شهروندان آلوده‌شان که ماها قبل از افشا و فراگیر شدن بیماری کرونا پنهانکاری کرده بودند و دیگران را به لجن کشیدن، مسئول و پاسخگوی جانباختگان در سراسر دنیا خواهند بود. این نظر ابو یاسر. در مقابل عزیزه جواب داده نوشته تقصیر مالی هیچ کس نیست، اتفاقی که افتاده و باعث اتحاد
جهانی شده. باز هم در فیسبوک افشین نوشته به نظر من باز کردن مکان‌های عمومی و نسبتاً شلوغ نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری درست نیست. این باعث میشه که خیلی از مردم فکر کنن که خطر رفع شده. در این صورت طی 2-3 هفته وضع از قبل هم بدتر خواهد شد. نگاهی بندازیم به تلگرام. محمد حسین نوشته در حالی که عربستان در حال تعدید قوانین خیش در خصوص حق انتخاب پوشش و صدای بانوان هست و امروز هم حکم تعزیری شلاق برداشته شده رهبر ایران و ابراهیم رئیسی گویا در یک خواب عمیق زمستانی برای فراموش کردن لزوم انجام اصلاحات در ایران فرو رفتند. زینب نوشته حکومت مذهبی ما که حاکمان عربستان را به سخره میگیرد امروز باید از آنها بیاموزد. کرونا نشان میدهد که جان مردم برای مسئولین سعودی مهمتر از هر چیزی است، چرا که حاضرند برای اولین بار در تاریخ اسلام، آن هم در ماه رمضان، خانه خدا، مسجد الحرام و مسجد النبی را تعطیل کنند. و بعد امید هم نوشته حدود 180 نفر با موشک‌های پدافند سپاه در تهران کشته شدند و 80 نفر هم در کرمان در جریان تشییع جنازه قاسم سلیمانی زیر دست و پا له شدند. با این وضعیت دیگه احتیاجی نیست که آمریکا حمله کنه. البته این هم نظر امید بود. برنامه ادامه میدیم با خبرهای ورزشی امروز. خبرهای ورزشی امروز رو با خبری در مورد راگان اسکوچیش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شروع می‌کنیم که گفته که قصد داره که عملکرد تیم ملی ایران مثل فیلم‌های اکشن باشه. آقای اسکوچیش در گفتگوی با تلویزیون ایران همینطور در مورد انتخاب دستیاران خودش صحبت کرده. به گفته اون وحید هاشمیان و کریم باقری به عنوان دستیاران ایرانی این سرمربی با آقای اسکوچیش همکاری خواهند کرد و دو سرمربی که قبلا با ایشون با آقای اسکوچیش در تیم‌های دیگه هم همکاری داشتن، یعنی ملادین زگانیر مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی کویت و تیم زیر 21 سال کرواسی و همچنین تونی اوسنیچ دیگر دستیار آقای اسکوچیش خواهد بود. اون گفته که در دوران در واقع کرونا 40 بازی اخیر تیم ملی ایران رو دیده و 100 بازی از لیگ برتر ایران رو هم با خودش به کرواسی برده، به خاطر اینکه الان در حال حاضر در کرواسی به سر میبره آقای اسکوچیش تا این بازی‌ها رو ببینه و بتونه در واقع آنالیز بکنه. اگر بخوایم که خیلی خلاصه بگیم وضعیت تیم ملی ایران در راه جام جهانی قطر چگونه هست، البته خب بازی ها میدونیم که لغو شده به خاطر شیوع کرونا، ولی تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مرحله دوم رقابت های انتخابی 2022 قطر و جام ملت های چین در حال حاضر در گروه خودش در ردی سوم هست و میدونیم که کار سختی هم برای صعود داره. خب کاوه، حالا از ناتمام موندن مسابقات لیگ برتر فوتبال هلند هم بهمون بگو. بله، به دنبال شیوع ویروس کرونا لیگ هلند رسما رقابت‌هاش لغو شد و نیمه تمام موند. با تایید فدراسیون فوتبال هلند فصل جاری اردویسه به طور کامل لغو شد و بدون معرفی قهرمان یا تیمی که به دسته پایین‌تر سقوط می‌کنه پایان یافت. آژاکس و آلکمار تا قبل از تعطیلی لیگ با 56 امتیاز و به دلیل تفاضل گل به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم بودند و به این ترتیب به نظر میاد که آژاکس فصل آینده در دور آخر پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا حاضر میشه و آلکمار هم باید در دور دوم پلی‌آف این رقابت‌ها، یعنی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا حاضر بشه. و
قبل از که بریم به سراغ هفت شنبه، بازم فرصتی هست که چند تا دیگه از پیام های شما رو بخونم. رضا نوشته حکومت به این دلیل میخواد سینماها رو باز کنه که بعداً توجیه داشته باشه که در ماه رمضان مساجد و حرم ها رو هم باز بکنه. این وسط چیزی که مهم نیست جان مردم ماست. زهرا نوشته دولت ما که عین خیالش نیست و میخواد سینما رو هم باز کنه، ولی طور خدا مردم خودشون مواظبت کنن و در ماه رمضان اماکن شلوغ و اماکن مذهبی مثل مسجد و حرم نرن تا کرونا تموم بشه. میسم هم نوشته با سلام، به نظر من با توجه به شیوع کرونا و مصرف کم نفت در دنیا و کم اهمیت شدن منطقه خلیج فارس برای انتقال نفت به جهان، جمهوری اسلامی باید خیلی مواظب باشه که آتو دست آقای ترامپ نده، که در این شرایط قطعا دغدغه کمتری برای درگیری با ایران در خلیج فارس داره و احتمالاً درگیری بالاتر میشه میره. و مهدی هم نوشته اگر دولت ما مثل بقیه کشورها به مردممون کمک میکرد، قشر نیازمند مجبور نبود تو این شرایط کرونایی به خاطر یک لقمه نون بره بیرون و خطر کرونا هم کم در میشد. متشکرم از همه کسانی که با ما از طریق تلگرام و فیسبوک در تماس هستند و پیام میفرستن. رسیدیم به پایان برنامه و هفت شنبه و علی همدانی. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر، خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم. سر و صدا شروع کردیم، امیدوارم حال احوالتون هر کجایی که هستید خوبه، خیلی خوبه، گرچه میدونم خیلی هم مثل خود من حالشون عجیب غریب غریبه. شاید باید به گروه عجم گوش کنیم. بیا دستم بگیر ترانه جدید این گروه با این پیام که بده سور و بده مجده محله به محله، که اگه شونه به شونه وایستیم مشکل حله. خدا قوت به این بزم مروت، حالا دستتو بده به دستم و بیا به زنجیر مودت. دست 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 بیا دستم بگیر، هل جونم بیا بریم بسازیم، بده دستت که ما رفیق نوازیم. هر کجا هستی هر شهر و بیابون، بگو یا الله بیا داخل میدون. یا دست هم بگیریم به صفای بیریایی، فدای هر که داده سور و سات خود کفایی. دود اسفند بره تو چشم حسود، اگه بود تا سر سفره دل بشه نمک گیر بزن. دست 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 بیا دستم بگیر، بیا بریم بسازیم، بده دستت که ما رفیق نوازیم. هر کجا هستی از شهر و بیابون، بگو یا الله بیا داخل میدون. هل جونم بیا بریم بسازیم، بده دستت که ما رفیق نوازیم. هر کجا هستی از شهر و بیابون، بگو یا الله بیا داخل میدون. از حمید هیراد، اسمش هست ساقی. دست در سر میزنی دنبال ساقی، آمدی آشفته و مجنون و یاقی، آمدی بر در میخانه ها هر دم گدایی میکنی، تا به مسجد میرسی با ما خدایی میکنی. خود را سر برین دی، دل به دریا میزنی، یوسف خود را باختی و سر به صحرا میزنی. به سرم زده حال تو امشب خوب کنم، تا صدام بزنی و بگی من خوب شدم. به سرم زده حال تو امشب جور کنم، تو رو از غم عالم آدم
تنگه تازه ترین ترانه های ایرانی از آرش و مسیح این ترانه ای تازه رو بشنوید سبک خودشون اسم تو با عشق نوشتم رو تن درخت و گل دادن واسه بودن تو به کنارم تک تکشون بهم قول دادن اینا همه میدونن نمیتونم بمونم با تنهایی ها اینا همه میدونن که من چقدر دیوونم حق با ایناست اینا همه دست به یکی کردن که تو رو برگردونن میدونن ما تارونم پیش تا عاشق بارونم اینا همه دست به یکی کردن که تو مال خودم باشی نمیذارم تنهاشی باید عاشق هم باشی اگه تموم شهر با آدماش جدا بشن بمونیم کاش من و تو تنهایی تازه باران به اسم زندونی رو هم بشنیم تو رفتی اما من شبای بارونی به یادت اومدم و قلب تو لرزوندم تو رفتی اما من مثل یه زندانبان پیش یه زندونی تو زندگیت موندم شیلاس به کاویانی در جاده فرعی یا به قول خودم همون پاپ پنجاه این هفته سفر کنیم به سالهای خیلی دور به سالهای دوستی بی‌مرز ترانه ها و بشنویم ترانه فارسی رو با صدای اما سرین خواننده مشهور ترکیه که چندین بار به ایران اومد فیلم سینمایی بازی کرد و عزیز جون رو به فارسی خوند تا هفته بعد دوستم نداشتی عزیز جون نکنه سر به سرم نزشتی عزیز جون دل من از تو جدا نمیشه عزیز جون به خدا دوست دارم همیشه عزیز جون به خدا دنیا وفا نداره عزیز
عزیز جون به خودت دل شده پره پره عزیز جون نکنه چو در بشون ببره عزیز جون خدا اون روز رو نیاره عزیز جون خدا اون روز رو نیاره. به پایان چشمانداز بامدادی امروز رسیدیم. تا روز دیگه‌ای با شما خداحافظی می‌کنم. شب و روزتان خوش.